سلام میکنم خدمت همه دوستای عزیزم، امیدوارم شب و روزتون بخیر باشه. میخواستم اولین ویدیومو امروز براتون تو صفحه آپلود کنم. اولین ویدیوم حالا با توجه به شرایطی که توش هستیم مربوط میشه به کمک‌های دولت کانادا. این کمک‌ها شامل دو دستن، کمک‌های نقدی و کمک‌های غذایی. فعلا میخوام به کمک های غذایش بپردازم تا اینکه تو یه ویدیو دیگه راجع به کمک های نقدیش هم مفصل صحبت کنم. خب تو بخش کمک های غذایی دولت کانادا چون پروینس های متفاوتی داره سعی کرده تو آنتاریو با استفاده از فود بنک هایی که تو منطقه های مختلف تورنتو وجود داره اومدن با برنامه ریزی هایی که کردن هر خونه با توجه به کد پستی که داره با فود بنک نزدیک اون منطقه حالا تماس میگیره، ایمیل یا تلفن که آدرسشون هم تو گوگل به صورت واضح میشه پیدا کرد، با هماهنگی که با اونا صورت میگیره شما میرید مراجعه میکنید به این فود بنک منطقه، کاملا به صورت اعتمادیه که به شهروندا دارن، اصلا نه آیدی چک میکنن نه کاری با کسی دارن که آقا شما دارید راست میگید دروغ میگید چند نفری، شما برید به تعداد خونواری که هستید صادقانه میگید چند نفری و کمک غذایی که بهتون تعلق میگیره رو تخصیص میدم بهتون. من حالا تو مسیر رفتن به سمت فود بنک هستم، من میخواستم شما رو با خودم همراهی کنم. ایشالا تو بعد اینکه بستر رو گرفتم دیتیلش هم بهتون نشون میدم و اینکه شما رو با خودم میبرم که این بسته ها رو دریافت کنم. خب تو مسیری که به سمت فود بنک میرم من خواستم منطقه‌ای که هم که ازش دارم میگذرم نورث یورکه، شما از دیدن این منطقه زیبا بی نصیب نباشید. همونطور که میبینید دیگه اینجا شروع فصل بهاره، هوا کم کم داره گرم میشه، امروز هوا یه ذره ابریه و این هم خونه هایی هستن که تو این منطقه تو همسایگی ما هستن. خیلی راحت حیات خونه ها بدون اینکه هیچ حفاظ خاصی داشته باشه، حفاظ کوچیکی هست ولی خب کسی با کسی کاری نداره. خب یه نکته بگم هم اینجا، این تابلو Always Upه که حالا من خودم واسه آموزش رانندگی که رفته بودم اون تیکه پایین تابلو رو میگن، بذارید براتون زوم کنم ببین، مثل یه تابلویه که زیرش گوشواره داره. این نوع تابلوها تقاطعایی که میبینید، این ماشین رو نگاه کنید الان، تو این نوع تابلوها ماشین میاد قبل خطی که مشخص شده توقف میکنه، حالا ایشون توقف نکرد تا 3 ثانیه توقف میکنه، بعد به ترتیب هر کی زودتر رسیده از این چهارراه رد میشه. اگه آبری هم باشه که وای میسن، حق با آبر. اینجا یه مدرسه هست که مدرسه‌ش هم به خاطر شرایط کرونا خب تعطیله، سراسر کانادا مدارس تعطیلن. یه شعار خیلی قشنگی داره این مدرسه، الان نشون میدم اون قسمت تابلوه و میبینید که چقدر هوای عالیه و خیلی کم آدم میبینیم، ماشین میبینیم چون همه خونه هاشون. شعار این مدرسه اینه که We practice honesty here، ما اینجا صداقت رو تمرین میکنیم. از هم بچه اینه ملاکشون واسه بچه ها میذارن رو صداقت و درستی. درخت هم شکوفه زده،
سوشال دیستنسینگ هم تو کانادا کاملا رعایت میشه. حالا تو قسمت مرکزیش که شلوغ و پر جمعیته نه، ولی خب تو اطرافش واقعا مردم رعایت میکنن. اگه آبری باشه تو پیاده رو از هم فاصله میگیرن، حالا 2 متر رو رعایت میکنن و به این صورت. قسمت هنوز همون مدرسه است که از جلوش رد شدم. مسیری که دارم میرم یه دیتوریه که به فود بانک نزدیکتره و از وسط این پلیگراوند رد میشم. حالا از این ور که میرم حیات مدرسه رو میتونم نشونتون بدم. نوار زرد کشیدن دورش که کسی بازی نکنه به خاطر این بیماری کرونا که آلودگی صورت نگیره. خب دوستان، این حیات مدرسه ای بود که بهتون گفتم. خیلی ساده و جالب، بدون اینکه کسی با کسی کاری داشته باشه. خب همونطور که میبینید وسط فضای بازی هستم تو شهر تورنتو. اینجور فضاها خیلی زیاده. فضاهایی که خب مردم حیوانات خونگیشون رو میارن وقت میگذرونن، یا همونجوری که میبینید دروازه فوتبال دارن، خب بچه ها بازی میکنن و حتی تو اون قسمتش هم مجدد یه منطقه کوچیک واسه بازی بچه ها هست. من یه میانبار کوچولو زدم واسه اینکه نزدیکتر باشه به فود بانک. از وسط این پلیگراوند رد شدم که زودتر برسم. تو این قسمت هم میبینید دوباره مثلا یه بخشی از خونه ها سمتشون به این ور به این پلیگراوند هست، ولی خب با یه سری فنسایی که هست دسترسی ندارن، جدا نزدیک. صدای پرنده خیلی خوشگلی از اینجا شنیده میشه. این نکته ای که هست اینجا، خب سنجابا به تعداد زیادی همه جا دیده میشن. حالا تو مسیرمون نخورده که سنجابی ببینیم، ولی خب خیلی زیادن. اینطوری هم نیست سنجابا مهربون باشن، وای چه خوشگل باهاشون برید بازی کنید. نه، حیوانای وحشی هم نباید هم بهشون نزدیک شد. نکته دیگه ای که تو کانادا هست، کلن به حیوانا باید غذا داده نشه و منطقش هم این هست که اگه اینا یاد بگیرن از دست انسان غذا بخورن، اگه فردا یه انسانی بهش غذا نده، خب این نمیتونه غذا بخوره و نباید به حیوانا کلا غذا بدن. به انتهای این پلیگراوند رسیدیم و میخوام از خیابون برم به سمت فود بانک. فقط
ویدیو رو براتون میگیرم که ببینید و از زیباییش لذت ببرید. فرهنگی که اینجا وجود داره اینه که مردم وسایلی که لازم ندارن و واقعا میذارن بیرون و هر که میخواد ورش داره، چون بعضا هزینه فقط جا به جاییش بالاتر از ارزش خود اون کالایی که نمیخوان میافته. سر همین واقعا توی یه سری سایتاشون مثلا یه یخچالو گذاشتن واسه $1 فقط آقا یکی بیاد ببره. اینطوری هم نیست مثلا جنسای بنجلی باشن، واقعا یه سری جنساشون سالم و قابل کار کردن. ولی خب فرهنگ غالبی که اینجا هست اینطوری نیست مردم جمع بکنن، خیلی راحت وسایلی که خریدن و میذارن کنار رو مثل بقیه که احتیاج دارن استفاده کنن. چرا هم 9 ثانیه وقت داریم.